الان ما خودمون از اسرائیل، از آمریکا، از هر جا که ما میگیم تو دنیا بدن، از رژیم پهلوی خودمون خطا کارتر شدیم. درست. یعنی من هر کدوم بخوام با آمار میتونم همین الان، حالا چون بحث ما نیست خیلی واردش نمیشم، با آمار میتونم به شما بگم از تمامی اینایی که الان من نام بردم ما خطا کارتر شدیم. خب وقتی ما خودمون اینقدر خطا کاریم، سختی تحمل کنیم به چی برسیم دیگه؟ ما نمیتونیم بگیم اسرائیل بده، شاه بد بود، اون بد بود، این بده، اون بده، چون الان فعلا خودمون از همه بدتریم و بلاهایی داریم سر مردم خودمون میاریم تو همه زمینه‌ها. هیچ کدوم از اینا به این میزان نیوردن. حالا اسرائیل رو که گفتم، دوست دارم اینو بگم. ببینید شما آمار کشته های سوریه، فقط کشته هاش، حالا آواره هاش و تخریباش و مهاجرینش اینا رو کاری نداریم، 500,000 نفره که به حال ما تو این قضیه نقش داشتیم. یا یمن الان ببینیم 7 سال جنگ داخلیه. دلست. که ما تو این قضیه نقش داشتیم و ما داریم مسلمان کشی را انداختیم. شما مجموع کشته های فلسطینی ها توسط اسرائیل رو اگر حساب کنید، من بعید میدونم به مثلا 100,000 یا 200,000 تا هم بتازه برسه. برای ما الان مسلمان کشیمون بیشتر از اسرائیل شده و سیاست های غلطی رو که دنبال کردیم، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، یا دست ما بوده یا دست ما نبوده، ولی به نام ما سلام، اصلا ما نکردیم ولی به نام ما داره این کار رو اتفاق میفته. بنابراین ما چه ادعایی داریم که ما خوبیم، ما بعد به سختی تحمل بکنیم؟ خب سختی تحمل کنیم به کشتار بیشتر برسیم، به ظلم بیشتر برسیم، به چی میخوایم برسیم؟ اینا باید تعریف بشه و تغییر سیاست نیاز داریم. خب همین تحمل کردنی که دارم میگن، خب من یک بار با یه خانمی مصاحبه میکردم و ایشون گفتن که مردم گوشت نخورن، تخم مرغ بخورن. خب کسی که تخم مرغ همین الان شده دونه 2,000 تومان، واقعا به مردم، شما از مردم انتظار دارید که گوشت نخورن، مرغ نخورن، بیان تخم مرغ بخورن؟ تخم مرغ که گرون شد چی بخورن؟ آقای ولایتی مثال زد بود مردم یمنو، که مردم یمن لنگ میبندن و غذاشون آره. نمیدونم چیه مثلا، چرا ما از اونها یاد نون خوشیم، ما چرا از اونها یاد نمیگیریم؟ خب بعد چند روز بعد در اومد پسران آقای ولایتی تو اون بردسازی های ترکیه مقام گرفتن و نمیدونم شرکتشون شرکت برتر شد. و خب بالاخره شما بر خانواده های خود چه همچین توصیه هایی میکنین، بر خانواده های خودتون کردین همچین کارهایی؟ بعد یاد چیزم آدم میفته، میگن یکی از این ملکه های انگلستان رفته بودن بهشون گفته بودن که مردم نون ندارن بخورن، گفته خب بیسکویت بخورن. آخه این حرفا مسخره است. خانم هاشمی، شما تو مجلس نماینده های سابق که بودید، آیا نظر شما راجع به این موضوع که نماینده اصفهان برگشته راجع به موضوع جوانسازی جامعه داره صحبت میکنه و پیشنهاد داده، به نظر شما این موضوع در کشور ما در حال حاضر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی قابل اجرا هست که مردم فرزندآوری بیشتری داشته باشن؟ ببینیم، باز اصل مطلب بد نیست. درسته، یعنی تمام چیزایی که گفته میشه خودش چیز بدی نباشه، ولی روش های رسیدن به اون اشتباهه. یعنی من که اگر جای مثلا مسئولین اعلام بودم، جای آقای خامنه ای بودم، برای اینکه چون ایشون خیلی تاکید داره برای فرزند آوری و من با خود اصلش هم مخالف نیستم، به نظر من به هر حال کار درستیه. الان کشورهای اروپایی هم دارن تشویق میکنن برای فرزند آوری، چین هم اون قانون یه فرزندشو کرده دو تا فرزند. بله. چون وضع اقتصادی مردم خوب شده، الان میتونه جواب بده این قضیه. بنابراین نیاز به یه سری تغییر سیاست و تغییر روش در اجرا ما داریم.